شروع توزیع کارت هوشمند برای کسانی که بر خارجی که یا افغانان که در تهران هستند سلام عزیزا خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما در این ویدیو ما میخوایم برای شما در مورد اعلان تازه که از طرف دفاتر کفالت شده اه، اه، کمی معلومات بتم که توزیع کارت هوشمند فقط فعلا در تهران شروع شده البته از قبلا شروع بود ولی فقط اون مشخص بود به کسانی که کارت آموزش داشتن و دانشجو بودن کسانی که کارت آموزش داشتن و دانشجو بودن به همه امروز و از هم ادامه داره یعنی به این نیست که اگه گرفتن ادامه داره دانشجو و کسایی که کارت آمایش داشتن برشان کارت اوشمند توضیح میشه و خود دفاتر کفالت برشون پیامک میده و زنگ میزنه و میخواه اونا را برایشان کارت میده من فقط فعلا ده نکته مهمی را که خود دفاتر کفالت اعلان کردن برای شما میگم که من تشریح میکنم که شما بفهمین و همین ده نکته را مراحت کنین که سرگردان بردگه نشین و اذیت نشین دگه دوستا کسانی که برگ سرشماری داره بر اونا پیامک می اول پیامک می به نام نام خانوادگیشان که شما مراجعه کنین به اینی آدرس ها و به خاطر گرفتن کارت هوشمند دیگه کسی که پیامک برش آمد فقط سه تا آدرس اعلان کردن ورامین شهر ری و بهارستان روزی که به هر کسی که پیامک آمد کوشش کنین که به فردا امروز به همین سه آدرس به یکی از آدرس مراجعه کنین که بر شما برگ نوبت دهی بته اول برگ نوبت دهی میته بعدا دم روز نوبت تان میرین دیگه گپا مرایلش تای میشه و کارت اوشمند تانه میگیرین از اینه برگ نوبت دهی و از اینه کارت وشمند و دیگر از اینهای را که میگیرد دفاتر کفالت عزیزان فقط از توسط کارت خان خود دفاتر کفالت گرفته میشه اگر کسی برای شما پیامک میکنه یا زنگ میزنه یا کارمند خود دفتر کفالت میگه که بین شما را پول تا کارت به کارت کو یعنی پول نقدی بده اصلا پول واریز نکنین و یکی از شماره ها موجه در همه دفتر کفالت ها باشه یک شماره شکایت میتونین شما با اون شماره شکایت کنین که این دفتر اینطور از های پول نقد داره یا پول میگه کارت به کارت میتونین شما از اون رقم مشکل تانل کنین چون که از این طریق خیلی از طریق کارت به کارت اینا کار کاری و اینا زیاد شده و عزیز های ما رو بازار بدبختی بازار کارگری که پول جمع میکنن پولشان مفت مفت به امیر رقم خورده شده دیگه ایزا کوشش کنی پیام که دریافت کردی با فردایش مراجعه کنی کارم روزا با فردا نمونی که نوبت شما رو باز با کس دیگه میتن باز شما اذیت میشین میریم که والا در روز پیش به ما پیام اومده بود امروز مراجعه کردیم کار فلان و بستان و سرصدایتون مبره که ماشاءالله اما ما متاسفانه زیاد شده خوب نیست یک ذره مردم کله خراب و چیز داریم نفهم متاسفانه داریم که هم خود اذیت میکنن هم کس دیگه اذیت میکنن از نادانیشون دیگه از کسایی که خانواده هستن خانواده دو سی نفری چهار نفری اگر بر اونا پیام میه فقط سرپرست خانواده پدر یا مادر امروز تمام برگی سرشمانی خانواده در همون روزی که مشخص شده میره نوبت برشان میگیره و در روز بعدیشون مراجعه میکنن فقط سرپرست خانواده ولی کسایی که مجرد هستن خودشان با برگی سرشماریشون در وقتش میره و مراجعه میکنن کار خود میکنن بعضی عزیزا مثلا خانواده سه چهار نفری شاید باشن ده نفری باشند امکاناتش هست بعضی وقتا میشه که مثلا چهار نفر از یک اعضای یک خانواده نامش برای میرن ثبت نام میکنن چهار پنج نفر دیگه جدا جدا تک تک میشه مثلا یک روز به یک کس پیام یک مباد به یک کس دیگه پیام اگر این قسم پیام و نوبت پراگنده بر شما اومد افراد کلان باشه خودشان میرن کار خدا میکنن مشکل وجود نداره سرپرست خانواده از چهار نفر گرفته فکر کنیم به یک نفری که خانواده ده نفریست بر چهار نفرش پیام اومده سرپرست خانواده برگه سرشماری خود گرفته با برگه سرشماری اونا میره و امو نوبدی کارش میکنه کارش انجام میده ولی اگر او چهار نفر خلاص شد باقی مانده فکر کنین یکی از اعضای خانواده طفل زیر 18 سال بود و یا بزرگتر بود اگر بزرگتر بود خودش میتونه بدون سرپرست مراجعه کنه مشکل نیست اگر طفل زیر سن 18 بود خود طفل امرای برگه سرشماری خودش و امرای برگه سرشماری رئیس خانواده میرن به دفتر کفالت مراجعه میکنن کارشان انجام میشه دیگه دوستایی بود معلومات در مورد معلومات تازه در مورد کارت هوشمند بر کسایی که برگی سرشماری دارن در تهران فقط در تهران فعلا شروع شده البته در دیگه یا ولایت‌هاش نه دیگه که که این نکات مراحت کنین که شما خودتان هم اذیت نشین نه که فلات هم اذیت نشه و یک مدرک معتبر در ایران شما داشته باشین دیگه شب روز خوش داشته باشین شما رو به خدا خداحافظ